خب از فیسبوک مطالب را انتخاب کردیم. میگن در بلخ گوش مخالفین را میبرند، هرچند این مدعا هنوز ثابت نشده، اما در کابل به سینه و پیشانی مخالفین با گلوله شلیک میکنند و یا زیر تانکشان میکنند. کدام یک برای دادخواهی اولویت دارد؟ شماره از احزاب سیاسی در افغانستان در پیوند به چگونگی قضیه تنش میان والی بلخ و یک عضو شورای ولایتی بلخ واکنش های متفاوتی نشان دادند. اولین واکنش از دیروز تا حالا از حزب اسلامی است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که اگر حکومت افغانستان قضیه تنش میان والی و یک عضو شورای ولایتی بلخ را با جدیت پیگیری نکند، باورها نسبت به تطبیق قانون از سوی حکومت زیر سوال میره. بسیار جالب است بیندای گرامی که در موقعی که اینا بخواین رقبای خود بزنن چگونه با کلمات بازی میکنن. امید عزیزی یک سخنگوی ای حزب امروز با اشاره به این قضیه در صحبت با رادیوی آزادی گفته است که این رویداد را یک رفتار خلاف قانون میخوانند و این مسئله نشان میده که حکومت هنوز هم با گروه مافیایی و جنگسالار روبرو است. او گفت اگر حکومت این قضیه را به گونه جدی بررسی نکند، بزرگترین تأثیراتش این خواهد بود که باورها با حکومت و قانون در افغانستان و رفتن ما به سوی یک جامعه قانونمند زیر سوال قرار میگیرد. خب از روزی که آقای حکمتیار به افغانستان آمده، ما جز خطابهای فتنه انگیز هیچ چیز از اونا ندیدیم، هیچ حرفی ندیدیم که اینا به خاطر قانونمند شدن دولت و یا تامین امنیت و اجرای قانون بالای همگان صحبت کنند. ما در چند روز گذشته شنیدیم که آقای بشیر، یک تن از قماندانان حزب، چند بار از در تخار برای نمازگزارها حمله میکنه و مردم بناحق کشتن میده. در مسئله چمتال ما دیدیم که وقتی که یوسف مومند با امرای پسر جمعه خانه هم درد دستگیر میشد، البته سر جمعه خانه هم درد جز دستگیر شد آه نبود، ولی یک جا با حاصف مومند آمده بود به مزار. اربکی های عصب که در چمتال بودن پسته ها را تحویل طالب ها دادن. اینا این مسائل اصلا نمیبینن که خب ما خود ما چقدر قانون سر خود تطبیق میکنیم. تا حال ندیدیم که حزب اسلامی درباره قماندان خود در تخار اطلاعی صادر کنه. تا حال ما ندیدیم که اطلاعی صادر کنه حزب اسلامی که آصف مومن وقتی میگه که فدایان حزب اسلامی آماده است که مزار در ظرف یک روز فتح کنه، اعلام کنه که این اطلاعی ها از جانب ما نیست، ما طرفدار یک حکومت قانونمند هستیم. اما جالبش ایست که آصف مومن به همراه پسر جمعه خانه همدرد از خانه جمعه خانه همدرد به کابل میره و دوباره از مزار پس میای به خانه جمعه خانه همدرد. این مشخص است که طراحان قضیه افغانستان که خواهان ناهم ساختن شمال افغانستان هستند، اکنون تلاش ازیره دارند که حزب در مقابل جمعیت قرار بدن و جنگ های که واقعا به ضرر مردم افغانستان است برا بیندازن. و هر حادثه‌ای که در کشور ما بیاید بیندای گرامی، از دید ما تنها دولت، دو دکتر بیمار و انیف حتمر مسئول است. البته آصف مومن هم دیرو در کنفرانس مطبوعاتی صحبت‌های بسیار جالبه کرد که از طرف سخنگوی آیین نور رد شد، ولی تا کنون اصل قضیه برملا نیست که آدم قضاوت کنه که واقعا کدام طرف برحق است و اصل جریان چی هست. فعلا خبرهایی است که نشر میشه. چرا آیین نور در حوالین اقدام شنیف اطمار استانیزای هدف قرار میده و میگه که دست از توطئه برداری؟ شخص است که حرفای بسیار مهم زیر پرده هست و هر دو طرف نخواستن تالی این حرفای خود برملا بسازن. حنیف اطمر خاموشی اختیار کرد و آقای نور
او را متهم کرد که دسیسه درست کردن. ولی آیا بالاخره قضیه هم دوامدار میشه و ایش چی دوم روی سنه میه؟ هنوز بسیار زود است. ولی امتران ما که در فیسبوک می نویسن واقعا آدم احساس ناراحتی میکنه. دو شخص است فعلا، یک طرف قضیه والی بلخ است، یک طرف قضیه آصف مومند است که از این میخواین شخصیت سازی کنن. اما با درد و با تاسف هموطنان ما، جوانان ما مخصوصا، به عوض که قضیه را مشیافی کنن دنبال قضیه بگردن که حسن مسئله در کجاست، فقط اقوام افغانستان هدف قرار دادن. یکی بر فرق پشتون زده میره و یکی هم بر فرق تاجک زده میره. مشخص است که تعداد کثیری از اینا کسایی هستند که مزد میگیرن و تفرقه میافکنن. و در میان ما میبینیم کسایی که واقعا احساس رسالت و مسئولیت میکنن، اینا رو متوجه میسازن که شما نباید به خاطر شخص قوم هدف قرار بدین. نمیشه که ما به خاطر آقای مومند بگیم که تمام اقوام مومند در مزار شریف که هست خدای نخواسته خائن هستن و اینا ماجراجو هستن. همه اقوام در داخل کشور قسمی که بارها گفتیم کنار هم مثل دو هموطن زیست دارن. مشکل در بالاست، مشکل در پایین ما اصلا نداریم. حزب جمعیت اسلامی هم با نشر خبرنامه بارد این ادعاها گفته است که حکومت در چند سال گذشته جلو توطئه‌ها از سوی علاقات معین در برابر این حزب را نگرفته است. در ادامه آمده است که سران حکومت باید متوجه مسئولیت‌هایشان باشند، جلو این توطئه‌های جدید را بگیرند و بیش از این صبر این حزب را نیازمایند. از سوی هم حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم این قضیه را تلاش برای ناهم ساختن شمال افغانستان میخواند. بشیر احمد تعینج سخنگوی این حزب رادیوی آزادی گفته است که حلقات در صدد هستند تا از این طریق برای والی بلخ توطئه بچینند. البته بیندای گرامی، چیزی که جالب شده میشه است که آصف مومند دو هفته پیش کلیپ را به نشر گذاشت و در اون کلیپ شخص را به نام بشیر تهدید به قتل کرد و حرفای زشتی هم حواله والی بلخ کرد. اما جالب است که دیروز میگه که عکس و صدای من فتوشاپ شده و این توسط والی بلخ ساخته شده. خود از این نشان میده که اینا چقدر با عجله در ساختن یک توطئه هستن. طرف دعوای شما با ما کوشش میکنیم با جناب والی و یا هم مقامات ولایت بلخ هم صحبت بکنیم، اما من از شما یک سوال دارم در مورد ویدیویی که شما قبلا پیش از این مسائل نشر کرده بودین. یک ویدیوی نشر کرده بودین، کسی را به نام بشیر اخطار دادین و برش گفتین، دشنام دادین بر والی بلخ و گفتین که دیگه تصاویر والی بلخ نشر نکنه و گفتین که اگر بشیر یا برادرش را گیر بکنین و در دستتان بیایه 30 مرمی به تقدیرش باد میکنین. شما توجیه قتل چطور میکنین؟ چرا تهدید کردین اون نفر به قتل؟ شما اگه اجازه بدید بگم، بشیرنام کسی است که در ولایت بلخ با کارهای لوی بلخ کار میکنه، لوی که لوه میچسبانن. این کلیپ یک کنیم سال پیش است. بشیرنام فعلا به فرانسه شکل میزنه و این موضوع کلیپ یک ساعته است. این دو کار بوده، ای با ما ای دو کار زنگ داده بوده، اکسای مرا میکنده، اکسای مرا میچسبان. با این کلیپ بسیار کلیپ طولانی است. شما او کلیپ پیش اتمامات نور است اون نشر کنه تا آخر قضاوت به دست شما. اونا بسیار ما را دو زده، اختار داده و شما منعیس عضو شورای ولایتی دوباره اختار دادین، اونا را گفتین 30 مرمی میزنم. این شما چی گونه توجیه میکنیم؟ این فوتوشاپ شده. یعنی شما اختار ندادین اونا را؟ این بشیرنوف چرا علیزه نمیکنه به قماندانی امنیت؟ چرا به سالواری؟ چرا به ولایت علیزه نمیکنه؟ بشیرنوفش موجود. و امی عکس آقای مومند شما اگه تال صدها بار دیدین، حالا یک بار دیگه هم بده قلب بیرین، آیا امی زخم تازه است که 12 ساعت از این زخم گذشته باشن؟ در این زمان ما میبینیم که بزرگتری واکنش حزب اسلامی نشان میده.
یه وضع که دولت و هنی فاطمه رو استانه زی و غنی که متهم هستن از به اسلامی نشان میده. و جالب تری که اشچی و مومن در همون چوکی، در حین چوکی و در حین خانم نشستن مصاحبه کردن، که بسیاری میگیم که خانه آقای جمعه خانه همدرد است. اما پسر جمعه خانه همدرد هم دیروز کنفرانس مطبوعاتی داد و حرفای بسیار جالب زد که خب ما برای حرفاش نمیشیم، ولی اونا با قاطعیت گفتند که تمام افراد که در شمال هستند، مخصوصا در مزار، در چمتال، در چارکنت، در دیدادی اینجا هست، یعنی طالب است و داهش است و ضد دولت است، تمام اینا افراد مربوط به آقای عطا محمد نور است که اینا را به صفت یک آله دست و یا آله فشار بالای دولت نگاه کردن. که واقعا هیچ منطق این حرف آقای امداد قبول نداره. همینجاست که ما ببینیم که این بار توطئه در به خاطر نام ساختن شمال هم از ارگ صورت میگیره و هم حزب پای خود به اصطلاح ساده لچ کرده تا اگر بتانن آشوب و بحران و ناهمنی را در مزار راه اندازی کنن، چون از روزی که گلبدین پایش به کابل رسیده آوازهای چنین است که یکی از خواستهای گلبدین است که جمعه خانه همدرد باید به مزار شریف بایس والی بره و ولایت آقای جمعه خانه همدرد ما و شما در شبرغان شاهد بودیم که در یک روز بیش از 60 نفر کش به خاطر دیگونه دادخواهی میکردن. به هر حال قضیه آنقدر ساده نیست که ما بسیار ساده ای را بررسی کنیم، بسیار ساده ای را تحلیل کنیم. پیچیدگی های خود داره، ولی صبر و حوصله هم خوب چیز است تا ما منتظر بانیم. اگر واقعا ایتی که برای تحقیق رفته اینا نتیجه تحقیقات خود بیان کنن که اصل قضیه چی هست. ولی ای که آصف مومند تا دیروز میگه تمام عکسایش، اطلاعیه هایش، همه چیزش از یک فیسبوک نشر میشد. عکسی که در دیاره گرفته بود که اخطار داده بود که ما اینجا دستگیر میکنن اینا، ولی امروز یک فیسبوک دیگه گفته که من به تمام هموطنان خود احترام دارم. او فیسبوک از من نیست، او فیسبوک هم والی بل ساخته برای بدنامی من. یاسف مومند چقدر کم وقت عاجز مظلوم و بیگناست که از هر طرف ایره توطئه هم میکنن، یکی گوشه میبره، یکی برای بنامش فیسبوک میسازه، یکی عکسایی که با دخترها و شکل مختلف از برش فتوشاپ میکنن. این مسکین باید واقعا دادخواهی کنه، حق خود باید بخواهی که چرا سر بالای یک مظلوم اینقدر ظلم میشه. فیسبوک های ساختگی چرا آقای مومند رو که من حرفای بسیار زشتش که من امروز در فیسبوکش بود نمیخوانم بینده گرامی، و حزب اسلامی و بچه جمعه خانه همدرد و آقای نواندیش تا دیروز رگه مثلا مطبوعاتی شد و رسانهی شد، تا دیروز اینا نگفتن که این فیسبوک و این بیانا ساختگیست، فوتوشاپ شده، فیسبوک از من نیست و ما هیچ اطلاعی نداریم. خب مشخص است که توطئه هست و اینا با عجله دوست دارن که کارهای کنن. اما از پیشتر گفتیم، گفتیم که از اسلامی میگه که قانون باید در افغانستان تطبیق شد. خب قانون باید بالای تمام افراد جامعه تطبیق شد، بالای حزب جمعیت، بالای اتحاد، بالای حزب اسلامی، بالای عذابی که نظامی هستن و سیاسی هستن، بالای همگی باید یکسان تطبیق شد و هیچ کس نباید در یک منطقه ادعای خودمختاری کنه. اما افتخار میخوانیم که هیچ آموزگار بدون اجازه از حزب اسلامی حق آموزش در ولسوالی چاهاب تخار رو ندارد. کجاست بچه های جمعه خانه هم داد که این مسئله را هم بویه که قانون جزیره پا شده و ما نمیخواییم که از دفاع کنیم. به نقل از سلام وطندار، افراد مسلح بشیر قانت فرمانده حزب اسلامی در ولسوالی چاهاب ولایت تخار به آموزگاران چهار مکتب که در حوزه سمتی شمال فعال هستند هشدار داده است که بدون داشتن اجازه نامه از بشیر خانت نمی توانند به کارشان ادامه بدن. اینجا که قانون پامال میشه مهم نیست، چون افراد مربوط حزب اسلامی میشه و حزب اسلامی باید قدرتی آمده و هر کار کنن
به اصطلاح مهم نیست که برای که قانون به دست خودتون است، و اما کس دیگری اگر قانون شکنی میکنه باید اینا صدای اعتراض خود بلند کنن و باید چرا اینجا قانون تطبیق نمیشه. آموزگار مکتب امتحان میگوید که از یک ماه بدین سو از ترس تفنگداران وابسته به بشیر نمیتونن به مکتب بروند. قبل از این نیز جنگجویان حزب اسلامی وابسته به بشیر خانت به مسجد جامع چاهاب حمله کردند که در نتیجه آن ده نمازگزار کشته و زخمی شدند. سخنگوی حزب اسلامی از این فرمانده حمایت کرده بود. خب یک خبر دیگه هم داریم که میگن که آگاهان بر این باورند که همسویی اشرف غنی با حکمتیار باعث شده است که با وجود امضای توافقنامه صلح و حضور قانونمند وی در پایتخت، حزب اسلامی با پشت پا زدن به مواد توافقنامه و فعالیت‌های نظامی خود در شمال افغانستان ادامه میدهد. بازم با امید از این که تمام اعضابی که در افغانستان است به این نتیجه برسند که بدون همدیگر پذیری نمیتوانند اینا کاری را از پیش برند، بدون از این که تمام از اینا تابع قانون شوند نمیتوانند که یکدیگر انتقاد کنند که او قانون شکن است و ما قانون پذیر. به ادامه برنامه توجه کنید.